این وضع بازار ارز و طلا هم که بدبخت کرده مردم رو، دست همین مافیاست که بالای سرشون رهبر معظم نشسته. دو سه ماه پیش بود دیگه، یادتونه؟ ببینید، دو گروه بزرگ و معروف رو هم ما به لطف خدا تو بازار سکه زدیم و اینها رو دستگیر کردیم، که یکی از اونها که متاسفانه معروف است به سلطان سکه و هر کاری دلش میخواست در رابطه با سکه میکرد و هر جوری دلش میخواست سکه رو بالا و پایین میکرد، تقریبا 2 تن سکه رو جمع‌آوری کرد که در زمان توزیع در سال 96 که حالا اون فرد اسمش نمیبریم، حدود 2 تن سکه رو جمع‌آوری کرد و در زمان که لازم بود خودش این رو توزیع میکرد. نفرات این فرد تو بازار که راه میافتادن براشون مهم نبود قیمت سکه چقدره، باید همه سکه رو میخریدن، از تو بازار جمع میکردن میآوردن و بعدش هم دیگه قیمت سکه رو ایشون اجرا میکرد، در واقع تعیین میکرد، که این هم در یک کار بسیار اطلاعاتی بعد از 3-4 ماه تلاشی که ما کردیم، البته قبل از این یکی 2 نفر از افراد این رو گرفتیم و خودش رو با تلاشی که عزیزان ما در پلیس آگاهی داشتن 2 شب گذشته در یک اقدام عملیاتی دستگیر کردم. خیلی زحمت کشیدن عزیزان ما در پلیس آگاهی تا تونستن سلطان سکه رو دستگیر کنن. سردار فرمانده پلیس که حرف میزنه، من نمیدونم واقعا اینا خودشونو به جهالت زدن یا خیال میکنن شنونده جاهل. آقا جان این حرفا چیه میزنی؟ سلطان سکه آقای مظلومین مأمور بوده از طرف بانک مرکزی که این کارا رو بکنه. حالا اسمش رو گذاشتین سلطان سکه، سلطان سکه خامنه ایه، اونه که همه اینا رو داره، اونه که اینا رو میذاره سر کار، اونه که دولت رو منصوب میکنه، اونه که رئیس بانک مرکزی رو تایید میکنه، اونه که شما رو تایید میکنه که سر کار بمونید. پیشوا یعنی همین دیگه. چرا بی خودی میایین مصاحبه میکنین؟ فقط برای اینکه اطلاعات غلط بدین به مردمی که همه چیشون رو دزدیدین؟ مگه قوه قضاییه خودتون، حالا شاید منباب رقابت با دولت که دوستش نداره، مگه نگفت که بانک مرکزی رئیس سلطان سکه است؟ یکی از اینها وحید مظلومین هستش. این وحید مظلومین فرزند حبیب الله همون کسی است که سال 91 هم دستگیر شد، به همین اتهام هم براش کیفرخواست صادر شد، همون موقع هم به عنوان مفسد فی الارض کیفرخواست براش صادر شد، چون فعالیت بسیار گسترده و زیادی داشته در این حوزه. اون موقع وزارت، اون موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی، اینها اومدن و گفتن که آقا اینا همش با هماهنگی ما بوده و با نظر ما بوده، بنابراین دادگاه اون موقع حکمی علیشون صادر نکرد. گفت خیلی خوب، اگر شما تایید میکنی، حراست بانک مرکزی تایید میکنه، بانک مرکزی هم رسما تایید میکنه، معاونت حقوقی بانک مرکزی هم اومد در دادگاه شرکت کرد و رسما و علنا گفت که آقا همه این کارها با دستور ما زیر نظر ما بوده، دادگاه اون موقع علیه شکم صادر نکرد. داشتم میخونم متن حرفاشو. این سال 91 هم همین کار رو میکرد، دستگیر شد و آزاد شد. فرمودن سخنگوی دستگاه عدل اسلامی. چرا؟ چون اعتراض عمومی مردم علیه مسببان این وضعیت اقتصادی مملکت خیلی مونده بود تا به سال 96 برسه. شوره شده ماه 96، خیلی مونده بود به اونجا برسه. دیگه وقتی ما اون وضعیت رو دیدیم باید بجنبیم، وضع خراب میشه دیگه، نمیشه همینجوری بگیم فلان، همه تقصیر رو باید بیفته گردن چند نفر که کارچاق کن و مأمور بانک مرکزی بودن. همه فلاکت موجود اقتصادی گردن ایناست. تو میدون آزادی هم میخوان اینا رو دار بزنن تا مردم به پولشون برسن. خب حالا این دفعه توجیهتون چیه که گرفتینشون و میگین مفسد فی الارضن و میخواین اعدامشون کنین؟
همین فرد ادامه داده، با شبکه خودشون ادامه داده. چی شد؟ چرا قطع شد؟ خب حالا دوباره پخشش میکنیم. با شبکه خودشون ادامه داده. درسته بدیم من اینو بگم، دوستان برای این قطع کردن که من این شبکه خودشون توضیح بدم. گفت چی؟ گفت همون سال ادامه، یعنی وقتی آزاد میشه آقای مظلومین که مأمور بانک مرکزی بود، بانک مرکزی ما شفاعت چون میکنه آقا این مال خودمون آزادش کنیم فلان، آزاد میشه. وقت بعد از آزادی اجرایی میگه که با شبکه خودشون ادامه داده. شبکه خودشون یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی. حالا بشه همین فرد ادامه داده، با شبکه خودشون ادامه داده بعد از اون هم، و این همون فردی است که باز نیروی انتظامی مطرح کرد که ایشون در طول مثلا این مدت 2 تن طلا و 2 تن سکه مثلا فرض کنید که خرید و فروش کرده، که حالا بحث ارزش مهم هستش. و افراد دیگه‌ای که حالا باز وقت تهونی میگیرن، هر 18 تاش اینجا هستش و امسال هم اومدن گفتن که اینها با حمایت بانک مرکزی و همراهی بانک مرکزی و بخشی از وزارت اطلاعات بوده که این دفعه ازشون پذیرفته نشد. خب این درباره ارز. خب درباره طلا چی؟ از رؤسای اینا کیا رو گرفتی؟ در واقع آدم اصلی ها کیان؟ 31 سال 97 وزارت اطلاعات طی نامه شماره 7301 ممیز چشام نمیده 36 بله احتمال روی چشش اونجا این نامه میسه خطاب به آقای جهانگیری، خطاب به آقای واعظی، رونوشت به آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد. چی میگه؟ حالا نوشته، نوشته که با مرور و بررسی داده ها و اطلاعات موجود متاسفانه ملاحظه می شود که روند عرضه سکه نه تنها کمک به تثبیت بازار نکرده، بلکه مانند رویه مداخله ارزی بانک مرکزی در گذشته نتایج متناقضی، حالا ایشون تعبیرشون این بوده، نتایج متناقضی و منفی تری حاصل شده، به گونه ای که با تحریک تقاضا ظرف مدت کوتاهی 4,800,000 قطعه سکه، اون موقع این مقدار بوده، بعدن تا 7,000,000 خورده ای رسیده، 4,800,000 قطعه سکه معادل 36 تن طلا فروخته شده. 36 تن طلا، من رو حرفاش داوری نمی‌کنم، فقط دارم اینو میگم. 36 تن طلا میشه چقدر؟ طلا 18 عیار رو بگیریم دیگه، دم دستی 580,000 تومان. ما بگیریم 500,000 تومان، نمیگیریم 600,000، میگیریم 500,000 تومان. 1 کیلو طلا میشه 500,000,000 تومان. سکه است نه شمشه طلا که ارزون تره. 1 تن طلا میشه 500,000,000,000 تومان. 36 تن طلا میشه 18,000,000,000,000 تومان. 18,000,000,000 تومان. حواستون باشه داریم درباره پولشویی، گم کردن پولا، خرج کردن پولا در جایی که هیچ کس نباید بدونه، مهم هم نیست تمام مردم هم بدبخت بشن و پولاشون تو صندوقای مالی و خرید طلا، حالا میرسیم به سایت طلا و فلان و اینا، از بین بره نابود بشن، اصلا خانواده هم بپاشه. حراست بانک مرکزی و معاون ارزی بانک مرکزی کیا هستن؟